و برای جزیات بیشتر این خبر همکار ما اشکان صفایی مزار با ما همراه شده اشکان حرفای سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل با هم شنیدیم ولی واکنش افکار عمومی در داخل اسرائیل به حمله کشور به جمهوری اسلامی چگونه و چطور است؟ خب شاید هنوز زود باشه که درباره که بشه در واقع یک تصویر کلی از واکنش افکار عمومی در اسرائیل داشت دو دلیل اصلی که اینکه اولا در واقع هر روز چند ساعت بیشتر از حمله نمیگذره و نه اسرائیل به صورت رسمی و نه جمهوری اسلامی چیزی رو از نتیجه این حمله منتشر نکردن اطلاعات دقیقی و دومی که امروز باید گفت امروز روز شنبه هست روز نه فقط تعطیل رسمی آخر هفته است در اسرائیل بلکه یک تعطیلی مذهبی هست روز شنبه که بسیاری از یهودیان در واقع از وسایل برقی هم حتی استفاده نمیکنند در نتیجه در شبکه های اجتماعی هم خیلی ها هنوز حضور ندارند آنچه میشه دید اما این هست که خب شهروندان اسرائیلی منتظر پاسخ اسرائیل بودند الان این پاسخ داده شده اینکه بر اساس نتایجش چه واکنشی داشته باشند باید چند ساعتی صبر کرد و بشه که بشه یک تصویر کلی تری پیدا کرد اما میشه یک تصویری تا الان از واکنش مقامات در اسرائیل به این موضوع داشت اگرچه مقامات رسمی دولت در اسرائیل و اکثریت عمده نمایندگان پارلمان از احزابی که در دولت ائتلافی هستند تا الان سکوت کردم به احتمال فراوان این دستوری هست که از بالا از شخص نتانیاهو بهشون داده شده که در این مورد اظهار نظر نکنند اما چند نفری یک نفر در بین نمایندگان پارلمان از احزاب دولتی و دیگران از رهبران احزاب مخالف دولت اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل تا الان در این مورد صحبت کردند در مورد اول کسی که در واقع از بین احزاب حاکم بوده تالی گوتلیب که نماینده کنست هست از حزب لیکود حزب نتانیاهو و راستگراترین نماینده از حزب لیکود هم هست گفته که عدم حمله به تاسیسات اتمی و نفتی جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی بود که به گفته اون های آینده ازش پشیمان خواهند شد یا براش اش خواهند گفته که ما این بخت رو داشتیم که اقدامی انجام بدیم که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به صلاح رو برای سالها بگیره اما این کار رو نکردیم بله اشکان دیده میشه که خب تا اینجا که واکنش ها بوده متفاوت گونگون بوده ولی مسئله مهمتری است که گام بعدی اسرائیل چیست یا چی میتونه باشه خب از نظر اسرائیل این دور در واقع درگیری از نظر در اسرائیل تمام شده است این رو ارتش اسرائیل هم در بیانیه‌ای که داده و همچنین سخنگویانش که صحبت کردن اعلام کردن که ببخشید که این مرحله نظر ما تمام شده ما واکنش نشون دادیم به حملاتی که جمهوری اسلامی کرده بود بیش از هر چیزی بستگی داره که واکنش جمهوری اسلامی به این موضوع چه باشه این رو هنوز ما نمیدونیم دقیقا از یک طرف ما مقامات جمهوری اسلامی رو داریم که در طول ساعت گذشته میان و تهدید میکنن و خوشدار میدن که ما حقمون هست که واکنش نشون بدیم واکنش نشون خواهیم داد و برآورد هم هست مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواد واکنش نشون بده که احتمالا نشون خواهد داد این واکنش در همین ساعت آینده خواهد بود که اون وقت بر اساس اون واکنش ارتش اسرائیل اعلام کرده که اگر که جمهوری اسلامی به گفته ارتش اسرائیل مرتکب اشتباهی بشه دوباره ارتش اسرائیل واکنش شدیدتری نشون خواهد داد و به دیگر اهدافی که در اون بانک اهدافش داره در ایران حمله خواهد کرد اما همزمان باید گفت دستکم یک گزارش وجود داره تا این لحظه که میگه جمهوری اسلامی واکنش نشون نخواهد داد اون هم گزارشی است که اسکای نیوز عربی منتشر کرده به نقل از منابعی که نگفته این منابع چه کسانی هستند گفته که جمهوری اسلامی از طریق میانجیهایی هایی برای اسرائیل پیام فرستاده و گفته که به این حمله با داده امروز واکنشی نشون نخواهد اشکان استم در بخش بعدی تو را با خود خواهیم داشت فعلا وقت بخیر